به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان شنبه 23 ثور با نشر بیانیه اعلام کرده است که یک شرکت حمل و نقل هوایی را در کابل افتتاح کرده است. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت طالبان در مراسم افتتاح این شرکت حمل و نقل کارگوی هوایی در کابل گفت: در بخش کارگوی هوایی مشکلات زیاد داشتیم که با کمک بخش خصوصی افغانستان صاحب کارگوی هوایی مستقل گردیده است. در این مراسم مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری و تاجران بر اهمیت حمل و نقل هوایی اقلام صادراتی که سره فاسد می شوند تاکید کردند. وزیر صنعت و تجارت طالبان در این مراسم همچنین گفت که در سفرش به کشورهای همسایه ایران و پاکستان از بنادر این کشورها بازدید کرده است. او تاکید کرد که ما خواستار توازن تجارت کشور و پیگیری این موضوع با کشورهای همسایه هستیم. این در حالی است که کانادا به تازگی اعلام کرده است که مسئولیت در قبال تهدیدات علیه همکاران محلی سفارت خود در کابل ندارد. به نقل از رسانه‌های خارجی، در پی شکایت 25 نفر از افغان‌هایی که در دوره حکومت پیشین با سفارت کانادا همکاری می‌کردند، دولت کانادا در مورد انتقال پیدا نکردن این افراد به آن کشور و تهدید جانی آنان اعلام کردند که نمی‌توانند مسئولیت انتقال آنها را بر عهده بگیرد. به گزارش CBS کانادا، 24 نفر از کارمندان سفارت کانادا در کابل به همراه یک محافظ این سفارت سپتامبر سال گذشته در ارتباط با آنچه تأخیر غیر منطقی دولت فدرال کانادا برای انتقالشان به آن کشور عنوان شده شکایت کردند. وکلای آنها میگویند دولت فدرال کانادا به مسئله انتقال این افراد در حال بی‌توجه است که جان آنها در افغانستان در خطر است. افزایش کشت توت زمینی در مزار شریف. کشاورزان از بازار خوب توت زمینی خوشنود هستند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ میگویند که اخیراً دهقانان به کشت توت زمینی روی آوردند. محمد حسین عظیمی، مدیر ترویج زراعت ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت، به رسانه‌ها گفت که امسال 200 جریب زمین در ولسوالی‌های نهر سراج، بلخ، دهدادی، چمتال و شلگر توت زمینی کشت شده است و بیشتر دهقانان این ولسوالی ها به کشت توت زمینی اشتغال دارند. عظیمی افزود که در تلاش است تا با هماهنگی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سردخانه های میوه های تازه در این ولایت را ایجاد کنند. در این حال برخی از کشاورزان این ولایت ممنوعیت کشت کوکنار در کشور را دلیل افزایش کشت توت زمینی می خوانند و از دیگر کشاورزان نیز می خوانند آنچه را که برای کشور ضرر می رساند در زمین های خود نکارند. و در پایان، جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که حمله گسترده جنگجویان طالبان بر موازی نیروهای این جبهه در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان عقب زده شده است. این جبهه در توییت گفته که حمله طالبان روز جمعه در ولسوالی چال ولایت تخار بر موازی نیروهای جبهه مقاومت انجام شده است. جبهه مقاومت افزوده است که طالبان در این حمله از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته و درگیری شدید میان جنگجویان طالبان و نیروهای این جبهه از صبح روز جمعه تا شام آن روز ادامه داشته است. در توییت جبهه مقاومت ملی آمده است: در نتیجه نیروهای تروریستی طالبان با تحمل شکست خفتبار مجبور شدند تا محل را ترک کنند. اطلاعات نشر شده که از آن است که طالبان در جریان این درگیری شماری از غیر نظامیان را بازداشت و با خود بردن. گفته شده است که به نیروهای جبهه مقاومت ملی در این درگیری هیچ گونه آسیبی نرسیده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.